درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 21 ژوئن و استودیوی رادیو زودی در شهر پراگا. وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان روز 21 ژوئن بعد از ادای حکم زندان آزاد شد. گروهی از خویشاوندان و دوستانش برای استقبال یعقوب سلیموف در خانه‌اش جمع آمدند. خویشاوندانش به خبرنگاران در دوشنبه اجازه ندادند با یعقوب سلیموف که 13 سال در زندان بود صحبت کنند. پسرش ابوبکر سلیموف به رادیو زودی گفت پدرش می‌خواهد با اهل خانواده باشد و میل گفتگو با خبرنگاران ندارد. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و از فرماندهان معروف زمان جنگ شهروندی تاجیکستان ماه ایونی سال 2003 در مسکو دستگیر شد. او را با گناه سوء استفاده از مقام، خیانت به وطن به 15 سال زندان محکوم کردند و 2 سال حکمش بر اساس قانون عفو کم شد. یک گروه تندروی اسلامی اعلان کرد که رمز الله خان داداخانوف زندانی فراری و کشته شده تاجیک سرباز همان گروه بوده است. جماعت ансоруллоҳ با نشری بیانیه گفت رمز الله خان با تخلص ابو محمد میخواست بعد فرار دیگر باره به صف این گروه به اصطلاح جهادی بپیوندد. رمز الله خان داداخانوف بعد از فرار از زندان شهر خوجند روز 19 ایون در ناحیه باباجان غفوروف کشته شد. او را سال 2013 در تاجیکستان با گناه تروریسم به 20 سال زندان محکوم کردند. جماعت ансоруллоҳ یک سازمان افرادگرای اسلامی است که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و اکثری از آن را جوانان تاجیک تشکیل می‌دهند. ساکنان یک بینای باندوشونه در شهر دوشنبه میگویند خدمات نظارتی تکنیکی تاجیکستان درهای لیفتی بینای آنها را مهر زد و گفت که تنها بعد از تفتیش این لیفت دیگر باره مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. هفته گذشته لیفتی مذکور از طبقه پنجم یک باره با سرعت زیاد پایین آمد و افراد داخلی آن از جمله کودکان سر به سر زدند. تو پنجم آمدیم، یکی در درونگی بویشید، بیرونگی بوی نشید، با چی استا استا رفتیم که یکی چی سخت چیدک و زدیم داد. ساکنان بنا میگویند عین حادثه روز یکشنبه 19 ایون هم به وقوع پیوست. لیفت وایران شد، بعد استا اومدن سوزش کنن. بعد یه روز استای رفتم، بعد ما قطعی همسایمون ایفتو میتر شیشتیم، اومدیم در پنجم زدیم، بعد ما او همسایه ترسید، ما در لیفت هاوی کدیم، برو وردم شده لیفت کار نمیکنه. مسئولان بنا میگویند خبرها درباره کندن تناب‌های پولادی لیفت اساس ندارند، ولی بر صورت خدمات نظارتی تکنیکی باید معین کند که مشکل این لیفت کجاست. یک اویلا از ناحیه کانیبادام که سال روان به ناحیه دنغره کوچ بسته است میگوید اینجا خود را بیگانه احساس نمی کنند. ویرجان تایروف سروری اویلا امید دارد که در محل زیستش در دهه خورم زمین باغ بنیاد میکند و به کشاورزان اینجا تجربه خوش کردن و نگه داشتن میوه را یاد میدهد. همسر او میسره تایروف که طبیب بیماری های زنان است در شفاخانه محلی کار میکند و احترام زنان ناحیه را صاحب شده است، زیرا با دعوت او خوشدامن ها مخالفت به تولد کودک در شفاخانه را قطع کردند. خورسندانه من دو ماه است که ما یکون نفر حاضر در تولد در خانه ندادیم. برای اونکه ما آمدم علاقه زنها رو تکلیف کردم برای صحبت. راستی گفت همگی پنج نفر آمدن. معلم مکتب زیخ شدن که برای چی زنها نمادن. بعد از صحبتی من گفتن که چه خیلی صحبتی بیپول صحبتی همه که خوش که من یک چند چیز برای خودم گرفتم برای چی زنها نمادن. گفتم معلم زیخ نشوید برای اینکه من حالی نو آمدن. اویلای تایروف را حالا در مسجد جا دادند که به گفته مقامات غیر قانونی بنیاد شده است. میسرت تایروف 32 سال باز مشغول معالجه مردم است و 4 سال هم در یمن طبیبی کرده است. او میگوید زندگی در مسجد سابق را از آن سبب قبول کرد که در نزدیکی شفاخانه است و سری وقت میتواند به کمک بیماران شتابد. مقامات تاجیکستان هزاران بازیچه های خطرناک برای کودکان را از بازار و فروشگاه ها مصادره کردند. در آژانس تاجیکستان در روز 21 ژوئن بر رادیو آزادی گفتند بیشتر از 9000 بازیچه های گوناگون چینی را در یک ماه اخیر از فروش گرفتند. با گفته این نمایندگان این آژانسی بسیاری از بازیچه ها به معیارهای معین شده امنیتی مطابق نیستند و می توانند کودکان را زهرآلود یا مجروح کنند. مثلا کودکان می توانند موهای سنئی و رنگ بعضی از این بازیچه ها را با آسانی فرو برند. بازیچه هایی هستند که صدای بلند دارند که کودک ها هنگام بازی کردن مثال کودک های خردسال می توانند که از آواز این صدای این بازیچه و یا در هراس مانند و ترسند.
در بعضی از این بازیچه‌ها هیچ اطلاعی درباره ترکیب آنها نیز وجود نداشته است. در کشورهای مختلف جهان بارها فروش بعضی از بازیچه‌های استحصال چین را که در ترکیبشان مواد زهرآگین داشتند ممنوع کردند و گزارش کامل و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.